نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه دوم ربیع الاول سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله العظما شیرازی در این نشست علمی به شرح آیه دهم ده سوره بقره و آیه 93 سوره نه پرداخته و در رابطه با دلیل یکی از سنت های الهی که رها کردن برخی از بندگان خدا می باشد توضیحاتی ارائه فرمودند معظم الله در ادامه در توضیح آیه ده سوره بقره در دلهای منافقان بیماری از پس خداوند بیماری آنان را بیفزایند و برای ایشان عذابی درناک است به سزای آن که در اظهار ایمان دروغ میگویند فرمودند در اینجا خدای متعال اشاره به منافقانی دارد که علا رغم آن که حقیقت را میدانند اما از پذیرش آن خودداری میکنند در این زمینه در میان عرب ها وجود دارد که میگویند یعرفو و یحرفو یعنی میداند و تحریف واقعیت میکند همانند مریضی که به طبیب مراجعه میکند و علا رغم دستور او با آنکه میداند که برای معالجه خوردن دارو لازم است اما عمدن این کار را انجام نمی دهد در چنین شرایطی وقتی طبیب لجاجت و اصرار بیمار را بر معالج نشدن مرضش می بیند. او را رها می کند به همین صورت خدای متعال هم وقتی می بیند منافقان بر معالج نشدن مریضی قلب, مریضی قلب خود و لجاجت بر عدم پذیرش حقایق اصرار دارند آنان را رها می کند اضافه شدن مرض در این آیه شریفه به معنای رها کردن است ایشان همچنین با اشاره به آیه 93 سوره نه که هر که را بخواهد گمراه می سازد و هر که را بخواهد هدایت می کنند فرمودند در اینجا هم معنای این آیه رها کردن کسانی است که بر گمراه ماندن خود اصرار دارند و به معنای گمراه کردن افراد توسط خدای متعال نمی باشد در چون این شرایطی دیگر خدای متعال انسانی را که بر گمراهی خود اصرار دارد در برابر مکر شیطان و هواهای نفسانی یاری نمی کند با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم اما رها کردن زاده هم الله و مرزانه یا ظلم عرض کرده من رها کردن. یا همون ر... خدا که اضافه نه اضافه خدا مرض را بر مرض یعنی رها کردن یعنی رهاش میکنه نگهش نمیداره دنبال نفس اماره به شیطان میره همون یظل ظاهرش چیه اونم همینه نه میخوام عرض کنم یظل اگه بخواید این اشکالو بکنید یظل هم ظاهرش که خدا گمراهش میکنه نه خدا چرا نه خدا رها میکنه